با عرض سلام، این مبحث در رابطه با فعل آینده دور و ادامه آن است. همانطوری که در درس قبلی ذکر شد، فعل آینده دور فعلی است که به وسیله ریشه فعل با علامت اجک و آجاک ساخته می شود. حروف صدادار علامت آینده وابسته به آخرین حرف صدادار ریشه فعل است که با هماهنگی کوچک به شکل اجک و آجاک به کار گرفته شده و به وسیله پسوند صرفی برای ضمایر شخصی صرف می شود. در درس قبلی در رابطه با افعالی که آخرین حرف صدادار آنها با آهنگ بالایی بودند توضیحاتی داده شد. اکنون در این درس نیز برای نمونه و یادآوری طریقه صرف آنها جدولی در زیر کشیده شده و افعالی نیز صرف می شوند که آخرین حرف صدادار آنها با آهنگ بالایی می باشد. لطفاً به آنها دقت کرده و سپس به ادامه مبحث آینده دور توجه کنید. چنان که در درس قبلی ذکر شده است، افعالی که آخرین حرف صدادار آنها با آهنگ بالایی باشد به شکل زیر در زمان آینده دور صرف و به بخشهای مختلف تجزیه می شود. چنان که ملاحظه می شود، اینجا جدولی هست که در سمت راست و بالا توضیحاتی داده که اینها را میخونم و بعداً به خود فعلها میرسم. در اینجا ضمایر شخصی قرار گرفتند و در این پنج ستون پنج تا فعلی که آخرین حرف صدادار آنها با یکی از پنج حرف با آهنگ بالایی میباشند. در این ستون علامت اجک هست که به اصطلاح علامت آینده دور میباشد. در این ستون فعل ایمک صرف شده یا پسوند صرفی هست. در اینجا توضیح می‌دهد پسوند صرفی برای اول و دوم شخص مفرد با هماهنگی کوچک صرف می‌شود. طبق معمول ضمیر اول شخص مفرد و دوم شخص مفرد با هماهنگی کوچک صرف می‌شود، یعنی با ا و یا با آ. الان من اینها را میخونم. من جلجیم، من جدجیم، من ایچجیم، من جولجیم، من دوزجیم. سن جلجکسن، سن جدجکسن، سن ایچجکسن، سن جولجکسن، سن دوزجکسن. او جلجک، او گیدجک، او ایچجک، او گولجک، او دوزجک. بیز جلجک، بیز گیدجک، بیز ایچجک، بیز گولجک، بیز دوزجک. سیز گلجکسنیز، سیز گیدجکسنیز، سیز ایچجکسنیز، سیز گولجکسنیز، سیز دوزجکسنیز. Onlar gelecekler, onlar gidecekler, onlar içecekler, onlar gülecekler, onlar dözecekler و غیره. در درس قبلی اینها را خواندیم و الان به عنوان یادآوری آنها را خواندم. توجه، اگر در صرف حرف که در بین دو حرف صدادار قرار گیرد به حرف یه تبدیل می شود. من جلجیم، یم، جلجیم، یعنی که به یه تبدیل شده، چرا که بین دو حرف صدادار قرار گرفته است. در اینجا نیسینین است. اول شخص جمع دوزجیم، یعنی که به یه تبدیل می شود. به این فعلها نیز توجه کنیم. جلجک، من جلجیم، به یه تبدیل شده است. بیز گلجه یک، ج
که به یه تبدیل شده است. افعال جدول مذکور افعالی هستند که آخرین حرف صدادار آنها با آهنگ بالایی و با یکی از پنج حرف ا ای او و او ساخته شده و با پسوند اجک به کار گرفته شدند. اکنون در جدول‌های زیر یا در درس کنونی به صرف افعالی پرداخته می شود که آخرین حرف صدادار آنها با آهنگ پایینی و با یکی از این چهار حرف یعنی آ، ا، او، او ساخته شده و با پسوند آجاک به کار گرفته می شود. این درس از اینجا شروع می شه که فعلی که آخرین حرف صدادار آن با آهنگ پایینی و با یکی از چهار حرف آ، ا، او و او باشد به شکل زیر به کار گرفته می شود. در درس قبلی افعالی صرف شدن که آخرین حرف صدادار آنها با آهنگ بالایی بودند. اکنون در این درس افعالی صرف می شود که با آهنگ پایینی ساخته شدند. فعلی که آخرین حرف صدادار آن به حرف آ ختم شود به شکل زیر در زمان آینده دور برای ضمایر شخصی صرف می شود. می خوانم من آلاجاقم، من آلاجاقم، من ضمیر منفصل شخصی، آل ریشه فعل، آجاق علامت آینده دور، اما پسوند صرفی. من آلاجاقم، سن آلاجاقسن، او آلاجاق، بیز آلاجاقق، سیز آلاجاقسنز، اونلار آلاجاقلار. توجه، فعل در صرف برای اول شخص فرد و اول شخص جمع گه به غه تبدیل شده و به کار گرفته می شود. در اینجا نیست، چنین است. ساتاجاقم، داناجاقم، قالاجاقم، آچاجاقم و غیره. فعلی که آخرین حرف صداداران با آهنگ پایینی و با حرف او می باشد. من یغاجاقم، سن یغاجاقسن، او یغاجاق یا یغاجاقدر، بیز یغاجاقق، سیز یغاجاقسنز، اونلار یغاجاقلار. توجه شود که در اینجا غ در بین دو حرف صدادار به غ تبدیل شده است. من یغاجاقم، من دیغاجاقم، من گراجاقم، من یغاجاقم، یعنی غ به غ تبدیل شده است. این اصول زبان ترکی است که بدون استثناء در همه جا چنین است. اگر حرف غ در بین دو حرف صدادار قرار گیرد در صرف به شکل غ، و اگر که در بین دو حرف صدادار قرار گیرد به ی تبدیل می شود. فعلی که آخرین حرف صدادار آن با آهنگ پایینی و با حرف او باشد به شکل زیر برای ضمایر شخصی صرف می شود. من سولاجاقم، سن سولاجاقسن، او سولاجاق، بیز سولاجاقق، سیز سولاجاقسنز، اونلار سولاجاقلار. من دولاجاقم، من دوناجاقم، من یوناجاقم، من سوراجاقم. توجه، من ضمیر شخصی، سول ریشه فعل، آجاق علامت آینده دور، اما پسوند صرفی می باشد. فعلی که آخرین حرف صدادار آن با آهنگ پایینی و با حرف او باشد به شکل زیر برای ضمایر شخصی صرف می شود. من اوتاجاقم، سن اوتاجاقسن، او اوتاجاق یا اوتاجاقدر، بیز اوتاجاقق، سیز اوتاجاقسنز، اونلار اوتاجاقلار. من دوراجاقم، من گوراجاقم، من
پولاجاغم، من یوناجاغم. چنانکه ملاحظه می‌فرمایید، بیز ضمیر شخصی اول شخص جمع، اوت ریشه فعل، آجاگ علامت آینده دور، ایک پسوند صرفی برای اول شخص جمع می باشد. فعلی که آخرین حرف صدادار آن با آهنگ پایینی و با یکی از چهار حرف آ، ا، او و او باشد، به شرح زیر در زمان آینده دور صرف و به بخش‌های مختلف تجزیه می شود. اولین توضیحات بخونم. حرف صدادار ضمایر متصل شخصی وابسته به کلمات ما قبل خود هست، که اینها وابسته به حرف جلویی و اینها نیز وابسته به حرف ما قبل خود می باشند. این ضمیر شخصی در این ستون ها افعال، در این ستون علامت آینده دور، در این ستون پسوند صرفی. الان می خونم. من قالاجاغم، من گیغاجاغم، من سوراجاغم، من دوراجاغم، من گوراجاغم. سن قالاجاکسان، سن گیغاجاکسان، سن سوراجاکسان، سن دوراجاکسان. او قالاجاک، او گیغاجاک، او سوراجاک، او دوراجاک، او گوراجاک. بیز قالاجاک، بیز گیغاجاک، بیز سوراجاک، بیز دوراجاک، بیز گوراجاک. سیز قالاجاکسنز، سیز گیغاجاکسنز، سیز سوراجاکسنز، سیز دوراجاکسنز. اونلار قالاجاکلار، اونلار یغاجاکلار، اونلار سوراجاکلار، اونلار دوراجاکلار و غیره. این چهار پسوند با هماهنگی بزرگ صرف می شود. این چهار پسوند زیرین با هماهنگی بزرگ و این دو پسوند بالایی با هماهنگی کوچک صرف شدند. توجه، آخرین حرف علامت آینده دور آجاک حرف گ است که در صرف بین دو حرف صدادار قرار گرفته و به حرف غ تبدیل می گردد. مثال: قالماق، قالاجاغم، بیز قالاجاغ، دورماق، من دوراجاغم، بیز دوراجاغ و غیره. در رابطه با صرف فعل آینده دور به مطالب زیر نیز توجه کنید. فعلی که آخرین حرف آن صدادار باشد و در زمان آینده صرف شود، ما بین پسوند آینده دور و پسوند صرفی یک حرف تکمیلی ی افسوده می شود. فعلی که آخرین حرف آن صدادار و با آهنگ بالایی و با حرف ی باشد، به شکل زیر برای ضمایر شخصی صرف می شود. می خوانم. من اشویرم. اشو ریشه فعل هست که آخرین حرف آن او صدادار هست. در صرف بین دو حرف صدادار یک یه اضافی یا تکمیلی به کار گرفته می شود. من اشویجیم. من اشویجیم. اشو ریشه فعل، آخرین حرفش او حرف صدادار هست. علامت آینده دور نیز صدادار هست. در نتیجه بین آنها یک حرف تکمیلی یه افسوده می شود. من شویجیم، سن شویجکسن، او شویجک، بیز شویجک، سیز شویجکسنیز، اونلار شویجکلر. من اینو تجزیه می کنم. من ضمیر منفصل شخصی، اشو ریشه فعل، یه حرف تکمیلی که بین دو حرف صدادار افسوده می شود. اجک پسوند آینده دور هست که اینجا که در بین دو حرف صدادار به یه تبدیل شده است. من اشویجیم،
سن اشویجکسن او اشویجک. توجه شود که اینجا جک شده، اینجا یه، چرا که در اینجا بین دو حرف صدادار قرار گرفته است. بیز اشویجک، سیز اشویجکسنیز، اونلار اشویجکلر. اشویجک اشویجک دیر نیز گفته می شود و اینجا نیز اشویجک دیرلر نیز گفته می شود. دیر را می توان حذف کرد و یا به کار گرفت. آخرین حرف علامت آینده دور حرف که است. اگر آن در صرف بین دو حرف صدادار قرار گیرد به حرف یه تبدیل می شود. مثال: من دیجیم، من ییجیم، من اشویجیم، من الیجیم، من بلیجیم، من دوزلیجیم، من بزیجیم، من سسلیجیم، من بسلیجیم، من سفهلیجیم. فعلی که آخرین حرف آن صدادار باشد به شکل زی در زمان آینده دور برای ضمایر شخصی صرف و به بخش‌های مختلف تجزیه شده و یا از بخش‌های مختلف ترکیب می‌یابد. جدولی که ملاحظه می‌فرمایید در رابطه با همین مبحث است که من اول این توضیحاتشو می‌خونم و بعداً خود افعال را می‌خوانم. این ضمایر شخصی، اینها افعال و این علامت تکمیلی که بین دو حرف صدادار به کار گرفته می شود و این صرف فعلی مک یا پسوند صرفی. اینجا نیز توضیح داده حرف صدادار ضمایر متصل شخصی وابسته به کلمات ما قبل خود است. حرف صدادار این پسوندها وابسته به این پسوند و حرف صدادار این پسوند وابسته به فعل ما قبل خود می باشد. الان این افعال را می خوانم: من علیجیم، من ییجیم، من سریجیم، من اشویجیم. سن علیجکسن، سن ییجکسن، سن سریجکسن، سن اشویجکسن. او علیجک، او ییجک، او سریجک، او اشویجک. بیز علیجک، بیز ییجک، بیز سریجک، بیز اشویجک. سیز علیجکسیز، سیز ییجکسیز، سیز سریجکسیز، سیز اشویجکسینیز. سیز علیجکسینیز، سیز ییجکسینیز، سیز سریجکسینیز، سیز اشویجکسینیز. اونلار علیجکلر، اونلار ییجکلر، اونلار سریجکلر، اونلار اشویجکلر و غیره. این طرز صرف فعل آینده نزدیک است. من دیجیم، دیجیم، دیه حرف اضافی، اجک پسوند آینده دور و این که هست که در بین دو حرف صدادار به یه تبدیل شده است. من علیجیم، من بلیجیم، من بزیجیم، من سسلیجیم، من اشویجیم، من دوزلیجیم، من بسلیجیم، من سریجیم، سریجکسن. در رابطه با صرف فعل آینده دور به مطالب زیر نیز توجه کنید. فعلی که آخرین حرف آن صدادار باشد و در زمان آینده صرف شود ما بین پسوند آینده دور و پسوند صرفی یک حرف تکمیلی یه افسوده می شود. فعلی که آخرین حرف آن صدادار و با آهنگ بالایی و با حرف
او باشد به شکل زیر برای ضمایر شخصی صرف می شود. می خوانم من اوشویرم. اوشو ریشه فعل هست که آخرین حرف آن او صدادار هست. در صرف بین دو حرف صدادار یک یه اضافی یا تکمیلی به کار گرفته می شود. من اوشویجیم. اوشو ریشه فعل آخرین حرفش او حرف صدادار هست. علامت آینده دور نیز صدادار هست. در نتیجه بین آنها یک حرف تکمیلی یه افسوده می شود. من شویجیم، سن شویجکسن، او شویجک، بیز شویجک، سیز شویجکسنیز، اونلار شویجکلر. من اینو تجزیه میکنم. من ضمیر منفصل شخصی، اوشو ریشه فعل، یه حرف تکمیلی که بین دو حرف صدادار افسوده می شود. اجک پسوند آینده دور هست که اینجا که در بین دو حرف صدادار به یه تبدیل شده است. من اوشویجیم، سن اوشویجکسن، او اوشویجک. توجه شود که اینجا جک شده، اینجا یه، چرا که در اینجا بین دو حرف صدادار قرار گرفته است. بیز اوشویجک، سیز اوشویجکسنیز، اونلار اوشویجکلر. اوشویجک اوشویجک دیر نیز گفته می شود و اینجا نیز اوشویجک دیرلر نیز گفته می شود. دیر را می توان حذف کرد و یا به کار گرفت. هر دو درست. ترین حرف علامت آینده دور حرف که است. اگر آن در صرف بین دو حرف صدادار قرار گیرد به حرف یه تبدیل می شود. مثال من دیجیم، من ییجیم، من اوشویجیم، من الیجیم، من بلیجیم، من دوزلیجیم، من بزیجیم، من سسلیجیم، من بسلیجیم، من سفهلیجیم و غیره. فعلی که آخرین حرف آن صدادار باشد به شکل زیر در زمان آینده دور برای ضمایر شخصی صرف و به بخشهای مختلف تجزیه شده و یا از بخشهای مختلف ترکیب می‌یابد. اولین توضیحاتشو بخونم و بعداً بریم خود افعال را بخونیم. حرف صدادار ضمایر متصل شخصی وابسته به آخرین حرف ما قبل خود است. یعنی حروف صدادار این پسوندها وابسته به آخرین حرف صدادار این پسوند، حرف صدادار این نیز وابسته به آخرین حرف صدادار کلمه ما قبل خود می باشد. در این ستون ضمایر منفصل شخصی، در این ستون افعالی نوشته شده است که صرف می کنیم، در این ستون حرف تکمیلی یه که بین دو حرف صدادار اضافه می شود، این علامت آینده دور و این علامت صرفی یا صرف فعل ایمک می باشد. الان من می خونم. من الیجیم، چنان که ملاحظه می فرمایید اینجا یه به خود می گیرد. من ییجیم، من سریجیم. در مواردی در صرف بعضی از کلمات یکی از حروف صدادار آنها را تغییر می دهند. یعنی به جای صرف حرف ا از حرف ای یا ا استفاده می کنند. برای مثال به صرف حرف صدادار این کلمات یعنی د، ال، ی، گالا در دو جدول زیر توجه کنید که حرف ای و ا به شکل ای و حرف آ به شکل ا تغییر شکل داده
و برای ضمایر شخصی صرف می شود. ولی این درست نیست، چون همه چنین صرف می کنند میشه گفت غلط نیست، ولی درستش همینه که بدین شکل صرف شود. یعنی کلمه گاله در جای گالا به کار گرفته می شود. مثال در این جدول، اینجا ضمیر شخصی، اینجا ریشه فعل که همین گالا هست به شکل گالی، حرف تکمیلی یه، علامت زمان آینده دور و پسوند صرفی می باره. من به جای من گالا یا جاغم می گویند من گالی یا جاغم، سن گالی یا جاکسن، او گالی یا جاک، در صورت که این گالی یا جاغم هست. اصل کلمه و درست کلمه گالی یا جاغم، سن گالی یا جاکسن، او گالی یا جاک. کلمه یی به جای یه، کلمه دی به جای دی، کلمه علی به جای اله به کار گرفته می شود که در واقع درست نیست. در اینجا ضمایر شخصی، در اینجا سه تا فعل مختلف و در اینجا علامت تکمیلی یا حرف تکمیلی، اینجا علامت زمان آینده دور و در اینجا پسوند صرفی به کار گرفته می شود. آخرین حرف صدادار این سه کلمه با آهنگ بالایی هست. من یجایم، این اصلش یجایم بود، دیجایم، علی یجایم، علی یجایم بوده است. من یجایم، من یجایم، من دیجایم، من علی یجایم، او دیجک، او یجک، او دیجک، او علی یجک، در صورت که اصلی کلمه دیجایم، یجایم و غیره بود. با وجود که حرف صدادار کلمات مذکور تغییر شکل میدهند، ولی در صرف به درستی فهمیده میشوند، اما بهتر است که آنها به شکل اصلی خود به کار گرفته شود.